توی نقشه کمی اون طرف‌تر از مکزیک در ونزوئلا، گروهی از مردم از مناسبت کریسمس برای یک کار خیرخواهانه استفاده کردند. این پروژه که بابا نوئل در خیابون‌ها نام داره، برای کمک به بچه‌هایی که غالباً فراموش میشن، یعنی بچه‌های افراد زندانی که نمیتونن در این ایام کنار پدرانشون باشن. در این پروژه که توسط زندانیان سابق و جوانان داوطلب اجرا میشه، یک بابا نوئل به زندان میره و در ایام کریسمس به بچه‌هایی که برای ملاقات پدرانشون میان هدیه میده. سازمان دهنده این پروژه که خودش قبلا 10 سال توی زندان بوده، شخصا تجربه کرده که ایام کریسمس چقدر سخت به خانواده‌های زندانیان میگذره. او میگه برای بچه‌ها خیلی سخته که بفهمن چرا پدرشون برای عید به خونه نمیاد. وقتی من توی زندان بودم، هزاران بچه رو دیدم که موقع جدا شدن از پدرشون میگفتن تو هم با من بیا، و این یک احساس انسانی رو در آدم ایجاد میکنه که شاید در تغییر زندانی برای برگشت به جامعه کمک کنه. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که بابا نوئل رو به زندان ببرم، چرا که به عقیده من هیچ مانعی نمیتونه از احساسات خانوادگی در کریسمس جلوگیری کنه. این انجمن خیریه امسال به یکی از خطرناکترین زندانهای ونزوئلا در توکورون رفت، جایی که در سپتامبر گذشته به دلیل آشوب و خشونت در اون چندین زندانی کشته شدند. اما با ورود بابا نوئل و همکارانش به زندان، فضا خیلی آرامش بخش به نظر می رسید و بچه ها هم با احساساتی متناقض برای گرفتن هدایا سراغ بابا نوئل می رفتن. خود بابا نوئل هم انتظار بیشتر از این نداشت و گفت ما بهترین آرزوها رو برای بچه ها داریم. متاسفانه ما یک پروژه دولتی نیستیم و حمایتی هم نداریم، بنابراین نمیتونیم برای همه این بچه ها هدیه فراهم کنیم. اما به عنوان یک پروژه غیر دولتی تمام تلاشمون رو کردیم و تونستیم 400 هدیه برای این دور فراهم کنیم.